بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عرض السلام وإحترام شما با یکی دیگر از برنامه های مثال های قرآنی در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم الله مطال در قرآن کریم برای ما مثال های زیادی رو بیان کرده در قرآن کریم الله مطال برای ما مثال ها زده تا معانی و مفاهیمی رو در قالب مثال به ما بفهمونه و با یک مثال و یک معنا و مفهوم مشهود و محسوس اون چیزی که میبینیم و احساسش میکنیم معانی و مفاهیمی عقلی و ایمانی و قلبی رو بهتر درک بکنیم ما در زندگیمون کارهای خوب و خیر و کارهایی که مورد احترام انجام میدیم همه ای ما انسان ها خیلی از انسانها در زندگی به فکر خدمت به دیگران هستند، به فکر اینن که شرایط و وسایلی رو آماده بکنن تا دیگران آسایش داشته باشن آرامش داشته باشن و به همین خاطر ما دید ما نسبت به اونها یک دید خوب هست از اونها منیکی تعریف میکنیم از اونها به خوبی یاد میکنیم اما وقتی که مسئله دین مطرح میشه وقتی که مسئله اعتقاد و باور مطرح میشه وقتی که مسئله قیامت و بهشت و دوزخ مطرح میشه احیانا برخی از ما در این مسئله هم از پیش خودمون همینطور نظر میدیم و طرح میدیم و برای خودمون نظریه پردازی میکنیم یکی از مواردی که در برخی از محافل ما شنیده میشه اینه که آقا فلانی برق رو اختراع کرده اگر نره بهشت کی میخواد بره بهشت این خدمت بزرگ، این بزرگترین اختراع انسان و چقدر تاثیر گذاشته بر زندگی انسانها و کارشون رو آسون کرده و راحت کرده آقا فلانی تلفن اختراع کرده ارتباط ها رو آسون کرده سنه رحم ها رو راحت کرده آقا فلانی فلان چیز رو اختراع کرده آقا فلانی فلان خدمت رو کرده چون فلانی دست به خیر داره و این انسان به یتیم ها به مساکین به مسمندا کمک میکنه پس این که حتما بهشتیه چون انسان خیریه چون انسان خدمتگذاریه چون خدمت میکنه و دیگه نگاه نمیکنیم اعتقادش چیه باورش چیه و دین و آینش چیه و چه تفکری نسبت به الله متعال داره نسبت به قیامت داره نسبت به بهشت و دوزخ داره نسبت به کتاب های آسمانی داره نسبت به انبیا و ملائکه داره اینها بنامون در این تصمیم گیری زیاد اهمیت نداره مهم اینه که همون ظاهر کار رو میبینیم و بنامون چون ظاهر کار قشنگه فکر میکنیم حتما سرانجام این شخص هم است. الله متعال در قرآن کریم برای ما برای اینکه این معنا و مفهوم بهتر فهمیده بشه مثال میزنه در سوری ممارکه آل امران و همچنین در سوری مبارکه ابراهیم علیه السلام و السلام الله متعال دو آیه رو بیان میکنه که هر دوتا در قالب یک مثال بیان میشه الله مطال برای ما مثال میزه در سری مارکی آل آیه 117 الله مطال درباره این افراد افرادی که کار خیر میکنن افرادی که انسانهای خیری هستند، ولی اعتقاد و باور ندارن به الله به روز قیامت به کتاب های آسمانی با اینکه اعتقاد دارن اما اعتقادشون آمیخته با شرک و انحراف اعتقادی دارن درباره اینها الله متعال در آیه آی 117 هم مثالی میزنه و آیه قبلش آیه 116 هم میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا کسانی که کافر شدن مالشون و همچنین فرزندانشون از الله متعال در برابر الله متعال اونها رو بی نیاز نمیکن نه مالشون، نه فرزندانشون و نسلشون به دردشون نمیخورن اولایک اصحب و نه، و اولایک اصحاب و نری هم فیه خالدون و اونها اصحاب دوزخ هستن و آتش و در آن جاودانه میمانند بعدش، الله متعال برای اینکه این معنا و مفهوم برای ما بهتر بیان میشه مثال میزه این سوال شاید پیش بیاد خب چرا؟ چرا برای کافر؟ چرا کافر؟ مالش فرزندانش به دردش نمیخورن چرا وقتی که کار خیر میکنه به دردش چرا وقتی که اختراع بزرگی داره مثل برق مثل تلفن مثل مثل خیلی از مواردی که واقعا خدمت و مشعل حساب شدن چرا به دردش نمیخوره در روز قیامت چرا الله مثال مثال میزن تا در قالب مثال بهتر بفهمیم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا آية 117 هم سوري مباركة آل امران وصف حال كسانيس مثال کسانی كه كار خير ميكنن خوب خوبم انجام ميدن زحمت ميكشن تلاش ميكنن خدمت ميكنن به انسان ها ولی این انسان ها در اعتقاد و باورشون مشکل دارن اینها حکایتشون چیه مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا مثال کسانی که الان اینجا احتار برای مثال میزنم مثال کسانی که انفاق میکنن یعنی خرج میکنن بعض رو بخشش میکنن میبخشن مدرسه درست میکنن مسجد درست میکنن برای یتیم ها بررسی میکنن و رسیدگی میکنن و میان کارهای آمول منفعه انجام میدن خدمت میکنن رسیدگی میکنن دست ناتوانی رو میگیرن اما در اعتقاد دوچار مشکلن یا اینها دچار شرکن یا اصلا اعتقادی الله برای روز قیامت ندارن و به هر حال اعتقادشون مورد قبول الله تعالی نیست مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا در زندگی دنیا اینها در دنیا خوب خرج میکنن خوب انفاق میکنن مثال اینها چیه که مثل ریح به مانند یک بادیست که مثل ریح یک بادیه فیها سر بادی که در اون خیلی سرمای شدیدی وجود داره سرون در اون یک سرمای شدیدی وجود داره یک بادی که به همراه یک سرمای شدیدی داره میاد این باد خوبه ظاهرش خوبه اما اون سرمایی که در اون هست این شدت سرما میاد چیکار میکنه اصابت حرث قومین ظالمو انفسهم حرکت میکنه میاد به کشت مزرعه باغ و محصولات کشاورزی قومی که ظالمو انفسهم به خودشون ظلم کردن الله متعال میفرماید انسان هایی که ظالمن ظلم میکنن کشت داره کشاورزی داره کشت و کار داره باغ کشته برای خودش یک بادی میاد بادی خیلی سردی میدونیم که باد سرد وقتی که میاد یعنی برف و بوران یعنی یخبندان یخبندان مرگ کشت و کشاورزی و باغه میاد و همه چی رو از بین میبره این میاد برخورد میکنه با قومی که با کشت قومی که اونها به خودشون ظلم کردن این رو علای متعال اشاره میکنه که این عذاب سراغ هر کسی نمیاد سراغ انسانهای میاد که اون انسانها ظلم کردن به خودشون بعد چی میشه؟ فاهلکت هلاک میکنه تمام این کشت رو این باغ رو این محصول رو همه رو از بین میبره الان الان این مثال برای ما یک مثال زده این مثال میفرماید که یک عده کشت کار میکنن باغ میکنن کشت سرمایه است باغ سرمایه است انسان از کشت و باغ و زراعتش امید محصول داره امید این داره که به دردش بخوره. میکاره تا برداشت کنه. این عده کاشتن. باغ درست کردن. زراعت کردن. اما یک باد سردی آمد و همه چیز رو زد. باد سردی اومد. بادی که در اون سرما بود و همه چیز رو چنان از بین برد که این محصولات از شدت سرما سیاه شدن و افتادن. از بین برد اینا. چرا؟ چون اینها قومی بودن که به خودشون ظلم کردن و ما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون الله مطال به اینها ظلم نکرده اینها خودشون به خودشون ظلم کردن وقتی عذاب میاد به سراغه قومی الله به اونها ظلم نمیکنه خودشون با کارهاشون با اعتقادشون با باورشون با رفتارشون با عبادتهاشون که انجام ندادند اینها به نحوهی رفتار کردن و برخورد کردن که مستحق عذاب شدن و ما ظلمهم الله الله متعال به اینها ظلم نکرد اینا خودشون به خودشون ظلم کردن نخواستن خوب باشن نخواستن که اعتقاد درست و باور درستی داشته باشن الان این مثال خب این مثال وصف کی بود وصف حال کفاری مشرکینی که در دنیا بذل و بخشش میکنن زراعت میکنن کشت میکنن باغ درست میکنن به این امید که یک چیزی گرشون بیاد اما یک باد سردی میاد به خاطر ظلمی که کردن ظلمشون چیه کفرشون ظلمشون چیه شرکشون ان شرک لا عظیم شرک ظلم بسیار بزرگیه اون شرک در عبادت اون کفرشون اون عدم اعتقادشون به الله تعالی این سبب شد تا بیاد این اعتقاد نادرست طوفان کفر طوفان شرک با اون سرمایه کشنده که داشت اومد به سراغ این محصول اومد به سراغ این این اعمال خیرشون اومد به سراغ این کمک به یتیم کمک به مسکین مسجد‌هایی که ساخت مدرسه هایی که ساخت پل که درست کرد خدماتی که انجام داد اومد و همه اینها رو زد و از بین برد الله متعال میفهمد چون اینها کافر بودن چون اینها مشرک بودن الله متعال تمام عبادت های اینها رو برباد میده و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک در آیه 65 سوره زمر الله متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر ای بر من مواظب باش که وحی شده به تو و پیغمبران قبل از تو که اگر لئن اشرکت اگر شرک بکنی که شرک یکی از اقسام کفره و بدترین نوع کفر که اگر شرک بکنی با الله متعال شریک قرار بدی لا عملک حتماً حتما قطعا یقینا عملت بر باد میره شرک یک طوفانه یک باده یک کولاکی است برف و سرماست که میاد به سراغ مزرعه اعمال انسان میاد به سراغ باغ زندگی انسان و همه رو میزنه و از بین میبره لینشرکت لا يحبطن ولا من الخاسرين و از جمله زیانکاران خواهی بود زیانکار کیه؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمال بگو آیا شما رو به زیان بارترین کارها من دلالت نکنم در سوره مالکه کف آیه 103 الله متعال درباره زیان بارترین کارها به ما میگه کسانی که تلاش میکنن اما به نتیجه نمیرسن آیه قبلش آیه 102 میفرماید اف حسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادی من دون اولیا. آیا گمان کردن کسانی که غیر از من بندگان و مخلوقات من رو به دوستی گرفتن و ندا میکنن و میطلبند از اونها با اونها رو در صفات با من شریک کردن آیا فکر کردن اونها به دادشون میرسن بعدش الله متعال در آیه بعد میفرماید که آیا زیان بارترین کارها رو برای شما معرفی نکنم بعد میفهمد کسانی که الذین ظل سعیهم فی الحیات الدنیا کسانی که تلاش بیهوده کردند در زندگی دنیا و هم یحسبونه در حالی که آنها گمان میکردند انهم یحسنون سنعه که آنها کار خوب انجام میدن اولئک که الذین کفروا به ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم اونها کسانی بودن که کفر ورزیدند به آیات الله متعال کفر شرک نوعی از کفره انکار یکی از انبیا کفره انکار کتاب های آسمانی کفره انکار ملائکه کفره انواع و اقسام اینطور نیست که کافر فقط کسی است که اعتقاد به الله نداره اعتقاد به روز قیامت نداره نه خیلی اعتقاد به الله دارن اعتقاد به روز قیامت هم دارن اما مرتکب شرک شدن یا فلان مدد و یا فلان مدد و یا فلان مدد میگن مگر مسیحیان اعتقاد به قیامت ندارن مگر مسیحیان اعتقاد به وجود الله متعال ندارن بله دارن اما اعتقاد به الوهیت عیسی علیه السلام هم دارند. اعتقاد به الوهیت روح القدس هم دارن اعتقاد برخیشون به الوهیت مریم هم دارند. برخی از کسانی که ادعای اسلام هم دارند. و ما یؤمنو اکثر بالله الا و هم مشرکون خیلی ها ایمان نیاوردن مگر اینکه ایمانشون آمیخته با شرکه فلانی و فلانی و فلانی از اولیا و انبیا رو هم در حساب کتاب و عالم اینها دخیل میدونن و فکر میکنن که اختیار عالم به دست ایناست و فکر میکنن خدا چهارده تا خدا و چند تا خدای دیگه مثل خودش خلق کرده که فقط یک فرق با الله تعالی دارن که اینها مخلوقن و او خالق و همه صفاتشون مثل الله تعالی است این عده وقتی که عبادت میکنن زحمت میکشن خرج میکنن هر کاری بکنن اینها حبیطات اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا اعمال اینها برباد میره بر روز قیامت هیچ وزنی نخواهد داشت عبادت های. در سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام اونجا هم الله متعال باز مثال میزنه برای ما شبیه این مثال مثال برای کسانی که در اعتقاد مشکل دارن بلو انسان های خوبی هن. بلو ولی ولو, ولو میلیون ها میلیارد ها خرج میکنن ولو که این انسان ها در رحمت ولو اینکه خوش اخلاقن ولو اینکه صادقن ولو اینکه خیانت تو کارشون نیست اما اعتقادشون مشکل دار الله متعال میفهمد من تا وقتی که کسی اعتقادش درست نباشه ایمان و باورش درست نباشه قبول نمیکنم و من یبتقی غیر الاسلام دینا فلی یقبل من هر کسی که غیر از اسلام با اون ضوابطش و با اون اعتقاد درست اسلامی واقعی و حقیقی قبول نکنه ازش پذیرفته نمیشه غیر از اسلام دین قبول نیست غیر از توحید باور دیگه قبول نیست و عبادت ها برباد میره الله در سوره مالک ابراهیم مثالی میزنه در تکمین همین مثال و شبیه این برای سرنوشت این افراد مثل الذين كفروا در آیه 18 مثل الذين كفروا برب مثال کسانی که کافر شدن به پروردگارشون این کفر شرک هم داخل برش کسانی که مشرک شدن کسانی که یا فلان مدد یا فلان مدد میگن کسانی که کسان اصلا اعتقاد به قیامت ندارند کسانی که اعتقاد به نبوت تمام انبیاء الهی که ثابت شده ندارن کسانی که اعتقاد به تمام کتاب های آسمانی ندارن یا یکیشون کسانی که اعتقاد به بهشت و دوزخ ندارن و همه اقسام کفر داخله مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم مثال کسانی که کافر شدن به پروردگارشون مثال اعمال اینها مثل چیست روز قیامت کرامدین مثل خاکستر است اشتدد به ریحو که یک باد خیلی تندی میوزه اشتدد به ریحو فی یوم عاصف در یک روز طوفانی یک طوفانی میاد های ریخته در یک روز طوفانی باد تندی میوزه خاکستر چی میمونه ازش لا يقدرونه. مما کسبوا علی شی نمیتونن قادر نیستن از اون چیزایی که کسب کردن چیزی رو به دست بیارن روز قیامت اینا همشون و قدمنا الى ما عملوا من عمل در سوره فرقان الله متعال فجعلناه هباء منثورا و آورده میشه عبادتاشون کارهای خیرشون صدقاتشون پولی که خرج کردن کارهای خیریه که کردن ولی چون اینها اعتقاد نداشتن چون آب از سر ناپاک بوده چون اینها اصلشون مشکل داشته اعتقاد و باورشون اینها همه باطل میشه و همه خاکستر میشه و میره ذلک هو الضلال البعید در آیه 18 دهم سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام در پایان مثال وقتی تشبیه میکنه الله متعال اعمال خیر اینها رو به خاکستر در پایان میفهمد خاکستری که در یک روز طوفانی یک باد تون برش بوزه و همه رو میبره و هیچ چیزی نمیمونه ازش و به درد انسان نمیخوره دیگه میفهمد که ذلک هو الضلال البعید این یک گمراهی آشکار است الله مطال به اینها ظلم نمی کنه. این ظلم نیست الله مطال کسانی رو که کار خیر می کنن در همین دنیا اجر پاداش اونها رو به اونها اینطوری نیست که نه در این دنیا نه در اون دنیا در این دنیا به اونها می ده. کسی که در این دنیا کار خیر میکنه تا مشهور بشه خب نیتش چیه؟ مشهور شدنه فلان بازیگر سینما فلان بازی ورجشگار. میاد و خرج میکنه میلیون ها خرج میکنه چرا هدفش اینه مشهور بشه و میشه مشهور میشه عکساش تو روزنما چاپ میشه همه جا میان ازش تعریف و تمجید میکنن خب به هدفش میرس نیتش همین بود به نیتش میرسه او رو به نیتش میرسونه نیتش رضایت الله متعال نبود نیتش بهش رفتن اصلا نیست خب به نیتش میرسه یا الله متعال برای کسانی که در این دنیا ولی او کافرن ما میبینیم که الان در ظاهر خیلی فکر میکنن چرا زندگی کافر از مسلمان ظاهرش بهتره چرا کافرها در رفاه بیشتری هستند؟ چون الله مطال در این دنیا داره به اونها میده نتیجه کارهای خیرشون رو نتیجه آنچه که انجام دادن رو این به این خاطر نیست که الله مطال اونها رو بیشتر دوست داره ولی حسب ان الذين كفروا انما نمن لهم خير لانفسهم کفار فکر نکنن من الله تعالی به اونها مهلت میدم خیرشون رو میخوام انما نمن لهم ليزدادوا اسما فرصت مهلت داده میشه بیشتر گناه کنن در همین دنیا به اونها الله تعالی ثروت میده اونها آسایش میده به اونها راحتی میده به اونها نعمت میده بیماری هایی رو از اونها دور میکنه مشکلاتی رو از سر راه اونها دور میکنه به خاطر کارهای خیلی که انجام دادن به خاطر اون صفات خوبی که در وجود اونها هست در دنیا میبینن اما آخرت آخرت حساب کتاب داره والآخرة عند ربک للمتقین آخرت فقط از متقینه کسانی که تقوا میکنن الله رو به وحدانیت قبول دارن و در مسیر اطاعت از او گام می بردارن. گناهان رو ترک میکنن عبادت ها رو انجام میدن آخرت حساب کتاب داره. آخرت فقط مال متقینه، مال موحدینه، مال بقیه نیست. کسی که مشرکه، کسی که کافره، روز قیامت اعمالش مثل همین مزرعه است. اینها در دنیا شک کردن، کاشتن، بله، مزرعه درست کردن، مزرعه رو درست کردن، طوفانی آمد همه رو از بین برد این طوفان چی بود کفر این طوفان چی بود؟ شرک این طوفان چی بود؟ اعتقاد نداشتن به عقیده توحید اصل قبولی عبادتها توحیده اصل پذیرش اعمال نزد الله تعالی خالصانه بودن برای الله تعالی است رضایت الله تعالی است عملی که با اعتقاد توحیدی انجام نشه و مخلصانه بدون از ریا فقط برای الله متعال نباشه از بین میره حتی ولو اینکه که صدقه ای باشه یا ایوه الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى با و منت گذاشتن و اذیت صدقه های خودتون رو از بین نبرید کل ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر مثل اون کسی که انوالش رو از روی ریاکاری به بذل و بخشش میکنه که مشهور بشه مردم بگن به به و چه چه اسمش رو بنویسن بزنن تو روزنامه ها بزنن سر این طرف و اون طرف این انسان ریاکار این باطل میشه هیچ چیزی بهش نمیرسه و نتیجه ای خلاصه این دو مثال در آیه 117 همه سوری مبارکه آل و آیه 18 همه سوری مبارکه ابراهیم علیه السلام اینه که الله متعال شرط گذاشته اگر کسی میخواد روز قیامت نتیجه سمرات و عبادت ها و اعمالش رو ببینه اعمال خیرش رو انفاقش رو آنچه که در دنیا خرج میکنه و بعض و بخشش میکنه و موحد باشه بعد خالصانه به خاطر رضایت الله متعال این کار رو انجام بده وگرنه در غیر این صورت هیچ گیرش نمیاد اگه موحد نبود که ابدا اگه حتی مسلمان باشه به خاطر ریاکاری این کارو کرده باشه باز هم از این کارش در قیامت هیچ دستاوردی نخواهد داشت چون این طوفان شرک طوفان کفر و طوفان ریاکاری همیشه تمام محصولات مزرعه باغ و تلاش انسان در دنیا رو از بین میبره این باغ عبادتی که داشت مزرعه انفاق و ای که داشت رو ریاکاری و کفر و شرک از بین میبره خدا نکنه که ما دوچار این چیزها شده باشیم خرج بکنیم به نام فلانی نظر بکنیم به نام فلانی پول بدیم به نام فلانی طلای خودش رو زنی گردن بندش رو بنازه سر قبر فلانی به این امید که میاد و روز قیامت کمکش میکنه در حالی که روز قیامت بریم و ببینیم طوفان این شرک و کفر تمام عبادت ما رو با اون نظر و بخشش و انفاق ما رو از بین برده از الله متعال پناه میبریم از اینکه ما رو مبتلا بکنه به شرک کفر و ریح از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید نهایت سپاس رو دارم و تا برنامه بعدی شما از رو به الله متعال میسپارم الله یارو نگهدارشون <وزرس> شما في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفي ويوم عادت نفسي وروحي لين عادت ايامي